به نام خدای مهربان، عرض سلام احترام تقدیم همه شما کسایی که ما رو میبینید. خیلی خوشحالم که بازم در این ویدیو با شما هستم. دوستای عزیز، یک جهان ممنون از اینکه همیشه ما رو دنبال مونید، تماشا مونید، سیل مونید و پیشنهاد و کامنت میدید به ما. امروز ما در خدمت یک از پدرای هستم که نیازمندن و بازم در این ویدیو ما کمک رسانی داریم که از طرف یک از خیر ما از آمریکا صورت گرفته. پدر جان سلام. سلام علیکم. خوب هستین؟ سلام علیکم. شکر، سلامت باشی، بخیر باشی. سلامت باشین، جور باشین. خب پدر جان، از وضعیت زندگی خوب بگین، چیز کار میکردین؟ کجا بودین امروز؟ والا زندگی ندارم سبی، یعنی زندگی ما ایدی کار مار نمیتونم، ما فشارم بالای کدام کسی ندارم که مرا تداوی کنه، برادت نمیتونم دال توایی. پایای تو چیره همه پیشتر دیدم که انت یک مقدار لنگ لنگ میشدی. پایم فشار میده کده، فشار ما دیستای ما ما چنگ کده، پایای ما فشار ما تزده چنگ کده چنگ کده، یعنی یک سال میشه که ما دوا نشدیم. حمله هم دسته. خب بازم انشاءالله که سلامت باشین، دعانم که جور شنین. چند اولاد دارین؟ دو تا، یک بچه یک دختر. بچه های تو چند ساله هستن؟ مکتب مورن نمورن؟ مکتب مورن، اویش 8 ساله، اویش 6 ساله. بچه کته تو همیشه نه؟ آره کته، اویش ریزه. خب بچه کته تو 8 ساله و دیگه 6 ساله. 6 ساله. این بازار همی که مورن هستی. خب دوستای عزیز، این پدر خانومش همچنان مریضه. خانوم تو چه مریضی ره خود تو گفت؟ وام ای بی دادم ایران که برق گرفت دیگه، کمی اصاب داره دیگه، تکلیف داره، اصاب تکلیف اصاب داره، این ساش میلیارد نانمان نمیتونه داره. اون لباس های خرم خود میکنه، لباس های خرم دم تک دقم لباس های نزمو میبشار موشیه دیگه، تو کاری نمیتونه، نانمان نمیتونه، دستان رو خود خواه پیش نمیتونه. یک از دوستای که در این همسایه از اینا هسته معرفی کرد این پدر را، گفت واقعا اینا وضعیتش خرابه، وضعیت روزگارشی، یعنی بعض وقتها هسته که اینا نان خوشکم پیدا نمیتنن، بعض شبا گرسنه نمیخوابن. مو اما دیم هفته قبل این پدر را گیر نتنیستیم، رفتد در بازار دیگه، مو مرش پوشچی گشتیم، خانوالیش رفتیم، بچهایشی، خانومشی رفت، بچاره مریضم بود، ورختا شد، دیستایشی میلرزید خانوم تو و گیر نتونستیم. در یه هفته بازم امدوم متاسفانه هفته قبل نشد، این بار خوشبختانه گیر کردیم شما را. یا چو اینی چیزا پوره یا نه؟ چو نداریم، یک نفر گفت در بازار بیا، اگر پیسه پیشم بود تو یک سال سیاچوب در تو میخرم، باز نشد و هم گیر نمد و رفت طرف سنگی ماشه چوب مکام های گوست هستیر کار داری سیب. آرد و روغو اینی چیزا؟ روغن موغن داری سیب، دیگه این باغ نداری، این چرا گول شب چرباتی دینی جا شب میشلنی دیگه باغ نداری. ما دکم که مونه باغ ماغ ندارد. چرباتی درین؟ یک دنه اونجا معلوم میشه؟ یک دنه از اون خرابه. خرابه؟ های دینی جا مصطف مونه. دیگه آنان مخرین؟ آره. کش از یاد؟ آره، مجبوره دیگه. پیسه نداری که بور بازو بخرم. خب آرد و روغو هم گفتین ندارین؟ نه آرد نداریم، روغن داریم، آرد نداریم، آرد لازم نداریم، بخاطر که سیاست تکلیف داره پخصه نمیتونه. اینمی سوخت که ما در زیر خانه هستش میکنم، هم خود میکنم، بخاطر ترس میخورم، میره تکلیف داره باز بین تنر منر نره. اید اونجا تداوی نکده خاطن خو؟ نه تداوی کردم، در ایران نشد دیگه، جواب کرد، در ایران تداوی کردم نشد. واقعا دوستا خانومش مریضه، پیشترم هفته قبل خوب یخی ترس خورد، چون ما پای کم رده دیستم بود، خود کم رده دیستم بود، اما دوم در اینجا ترسید، گفت چرا خدا خبر چی گپه دیگه، واقعا خیلی لرزیدم جگل زم. من دک بالاخره ما امروش صحبت کردیم که مو نه پولیسی نه دوزی بلده ویدیو هم دیم کمک آوردیم، اون یک مقدار دلش خوش شد، رفت پشت بابا گشت نشد. باز این هفته هم آدم هم اونجای کالا مشوش تک خانم تو دیگه پایه مایه چیزار نوردیم، اون تا ساده هم آدم شناختک.
خانه تو گرم است زمستان چی رقم؟ خوب هم گرم خوب هم چند سال میشه در این خانه هم ده؟ نیزی خانه دو سال یک سال دیگه در علم الله بده چه سال؟ چه سال میشه میمیدی؟ خب دوستای عزیز خیلی خوشحالم این روز میخواییم که هم برنامه حسابدهی داشته باشم که آقای ابراهیمی مرتضی ابراهیمی مبلغ 45 هزار افغانی را بلدیز مو رایک داد تا مو به نیازمنده توزیع کنیم. طبقی که شما در ویدیوها دیدین مو به هر خانه 7000-5000 توزیع دیم به فامیل های نیازمند که از جمله ویدیو های از مرسل کد فقط 10000 را به یک فامیلی دادیم که او نخواست مو ویدیو بگیریم و مو ویدیو گرفتیم به طور شخصی به خود آقای ابراهیمی روان کردیم. امروز هم فکر کنم که آخرین ویدیویی که مو از پول آقای ابراهیمی به نیازمندا کمک مونیم و شاید ای آخرین ویدیوی هم باشه که مو برنامه کمک رسانی داشته باشیم، چون از بعد زمستان میشه دیگر راه های مو بند میشه، مو دیگه منطقه زندگی مونیم که اونجا رفت آمد از بازار نسبتا دوره و مشکل بلدیز مو پیدا میشه که مو باید بازار حواله رو بگیریم یا بعد از او بریم به نیازمنده توزیع کنیم. الا بهار موی برنامه را همینجا به آخر میرسینیم، برنامه کمک دهی را و پولایی که آقای ابراهیمی بلدیز مو ریک داد 45000 مو دیگه ویدیوها را دیگه پولا را شما میتونید که در ویدیوهای قبلی که مو نشر کردیم ببینید و باقی مانده 7000 دیگه پیشم باقی مانده که من امروز در انگوری مروم، در انگوری هستم، اینجا منطقه انگوری در بازار مروم، یک مقدار خرید مروم که در بعض از خانواده نیازمند او را توزیع مونم. ویدیوی از او را من به طور شخصی با آقای ابراهیمی روان مونم. اگر دوستا خواستن ما یک صلاح و مصلحت مونم، اگر دوستا خواستن یعنی فامیل های نیازمند، ما ویدیو را عمومی هم به شبکه روستا نشر خواهیم کرد. خواه پدر جان جان مو مبلغ 10000 افغانی را از طرف مرتضی ابراهیمی تقدیم شیم مونیم، امیدوارم که یک مقداری از مشکلات شیم را حل کنه و خداوند همراهش همیشه کمکگار باشه، مشکلات شیم را حل کنه و دست او کسایی درد نکنه، واقعا خیر بینگیرنید، ثواب از این کمک ها به ارواح مرده هایشیم برسه و زندگیشیم برکت باشه. 1000 همیم 2000 همیم 3 4 5 6 7 8 9 10 یعنی 520 دانه که میشه 10000 افغانی تقدیم شیم. میتونید که آقای ابراهیمی را دعا کنید، پدرش را خدا بیامرزه کنید، دیگه دوستایش برادرایش که در قید حیاتن اونا را دعا خدا نگاه کنه، انشاءالله برادرش نگاه کنه، خدا پدرش بیامرزه، خدا دوستا را همه را نگاه کنه، انشاءالله چیزی که در غیر منطقه خدا همه اشه انشاءالله نگاه کنه به توفیق خدا. سلامت باشی بلده اردو بچه و دختر خو حتما کرد بخر، به خاطری که مد سر ندفع بارش بود، اما ما ادمینا در اینجا لوج میگشتن تا یک پیرو میگشتن مریض میشه، اگه میاریش نه او زمان خاتون تو مریض بسه دیگه، خود تو مریضی بسه، ای بچه های تو باید مریض نشنه نه؟ اینا را حتما بلدش کرد بخر دیگه، سیاسر خو میتونی که تداوی کنی، خود تو البته یک مقدار از مشکلات چم را حل مونه، میتونید یک چند وقت را نان از بازار برین بیرید بخیران دیگه کن انشاءالله. سلامت باشین دوستای عزیز، سپاسگزارم و سپاسگزارم خدای مهربان را که به ما توفیق داد پول های را که شما فرستاده بودین، ما او را با امانتداری و با حفظ آبروی خود، با حفظ آبروی خانواده خود، با حفظ آبروی شما دوستایی که به ما اعتبار داشتید و به ما اعتماد کردید پول فرستادید. سپاس خدای بیکران را که ما تمامی از این پول را بدون از اینکه یک افغانیش را به جای مصرف کنم به مستحقین رساندم و آرزومندم که همیشه سلامت باشید، کامگار باشید و خوش و خوشحال باشید و در امان خدا بمانید.